بارها از این صحبت شده که هیچ جرمی نمیتونه به سرعت نور برسه، اما تو این برنامه یه قدم جلوتر میریم و از یه ذره فرضی صحبت میکنیم به نام تاکیون که حتی از نور سریع‌تره. ذره با ویژگی‌های خیلی عجیب مثل سفر در زمان که اصلا با درک ما از جهان هستی جور در نمیاد. امروز میخوایم با تاکیون مغز خودمون رو به چالش بکشیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسش زیر همین ویدیو هست. رسیدن به سرعت‌های بیشتر از ابتدای تاریخمون برای ما جذابیت خاصی داشته. اما بعد از اینکه نور رو به عنوان سریع‌ترین پدیده جهان هستی شناختیم، عبور از این مانع شکست‌ناپذیر تبدیل شد به یکی از بزرگترین آرزوهای ما. شاید بشه گفت اولین کار جدی رو تو این زمینه فیزیکدان بزرگ آلمانی آرنولد زومرفلد انجام داد. زومرفلد از اون دانشمندهاییه که زیاد بین مردم عادی شناخته شده نیست، در حالی که خیلی از فیزیکدانهای بزرگ مثل ورنر هایزنبرگ و ولفگانگ پاولی و چندین نفر دیگه شاگرد این آدم بودن، اصلا معروف به معلم فیزیکدانها. زومرفلد سال 1904 ذراتی رو معرفی کرد که میتونستن سریعتر از نور حرکت کنن. اسمشون رو گذاشته بود فرازره. تلاشش برای توصیف چنین ذراتی با استفاده از دانش فیزیک اون زمان راه به جایی نبرد، اما دانشمندای بعدی این مسیر رو ادامه دادن. همون موقع اینشتین نظریه نسبیت خاص رو مطرح کرد و به این نتیجه رسید که سرعت نور یه ثابت جهانیه. هر چیزی که مقدار جرمش از صفر بیشتر باشه نمیتونه به این سرعت برسه. تا اینکه سال 1967 جرالد فاینبرگ فیزیکدان آمریکایی مقاله‌ای منتشر کرد با این عنوان: احتمال وجود ذرات سریع‌تر از نور. فاینبرگ تو این مقاله برای اولین بار از ذره‌ای صحبت کرد به نام تاکیون که میتونست با سرعتی بالاتر از نور حرکت کنه. اسمش از کلمه یونانی تاکی گرفته شده بود به معنی سریع. اما فاینبرگ چطور تونست همچین ذره‌ای رو با نظریه نسبیت توصیف کنه؟ طبق فرمول معروف اینشتین جرم و انرژی رو میشه به همدیگه تبدیل کرد. فقط کافیه مقدار جرم رو ضرب در سرعت نور به توان دو بکنیم تا انرژی معادلش به دست بیاد. نکته مهم اینه که این جرم حالت سکونه. مال وقتیه که جسم مورد نظر ما هیچ حرکتی نداره. چون وقتی حرکت میکنه غیر از اون انرژی معادل با جرمش یه انرژی جنبشی یا حرکتی هم داره که مجموع این دوتا میشه انرژی کل. برای اینکه حرکت این جسم هم در نظر بگیریم باید فاکتور لورنس رو در این معادله ضرب کنیم تا حالت نسبیتی این معادله به دست بیاد. فاکتور لورنس که با گاما نشونش میدیم به این صورته: C که طبق معمول سرعت نوره، V هم سرعت جسم مورد نظر. اینجا 4 حالت مختلف پیش میاد. حالت اول اینه که سرعت جسم 0 باشه. بنابراین فاکتور لورنس میشه 1 و معادله به همون شکل اصلی در میاد. حالت دوم اینه که سرعت داشته باشه ولی نه به اندازه نور. اینجوری مقدار فاکتور لورنس بزرگتر از 1. هرچقدر سرعت جسم بیشتر باشه، اندازه این فاکتور هم بیشتر میشه. حالت سوم اینه که جسم ما دقیقاً با سرعت نور حرکت کنه. بنابراین فاکتور لورنس میرسه به بی نهایت. همین نشون میده انرژی جسم تو سرعت نور بی نهایته. اما آخرین حالت که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که سرعت جسم بیشتر از نور باشه. اینجوری زیر رادیکال مقدار منفی به وجود میاد. مشکل اصلی دقیقا همینه، چون تو ریاضیات هیچ عدد منفی نمیتونه زیر رادیکالی قرار بگیره که ریشش زوجه. با این حال چون توی محاسبات زیاد پیش میاد که این اتفاق بیفته، ریاضیدان ها رادیکال منفی 1 رو با علامت آی نشون میدن و بهش میگن عدد موهومی یا مجازی یا فرضی. مثلا اگه برسن به عدد رادیکال منفی 4، به جای منفی 4 می نویسن 4 ضرب در منفی 1، بعدش 4 از زیر رادیکال بیرون میاد و میشه 2. بنابراین به جای این عدد می نویسن 2i. در مورد فاکتور لورنس هم تو سرعت‌های بالاتر از نور مخرج کسر تبدیل میشه به یه عدد موهومی، پس مقدار انرژی هم موهومی میشه.
در حالی که این غیر ممکنه، انرژی رو فقط میتونیم با یه عدد حقیقی یا واقعی نشون بدیم. اولین راه حلی که به ذهن دانشمند رسید این بود که مقدار جرم جسم هم موهومی باشه. اینجوری صورت و مخرج با هم ساده میشن و یه مقدار واقعی برای انرژی به دست میاد. این راه حل باعث شد فاینبرگ به این نتیجه برسه که تاکیون ها که ذراتی با سرعت بالاتر از نورن باید جرم موهومی داشته باشن. اما این دقیقا یعنی چی؟ 2 کیلوگرم برای ما کاملا واضحه، ولی 2 کیلوگرم هیچ معنی نداره. فقط ما اومدیم به جای رادیکال منفی 1 که از نظر ریاضیاتی غیر ممکنه، علامت آی رو قرار دادیم تا بتونیم محاسباتمون رو ادامه بدیم. پس جرم موهومی رو نمیتونیم با اون تصوری که از جرم توی ذهنمون داریم توصیف کنیم. با ادامه تجزیه و تحلیل این رابطه برای تاکیون ها به نتایج جالبتری هم میرسیم. هرچقدر سرعت تاکیون افزایش پیدا کنه، مخرج فاکتور لورنز بزرگتر میشه. از اونجایی که جرم حالت سکون تغییری نداره، انرژی باید کاهش پیدا کنه تا معادله برقرار بمونه. تا جایی که وقتی سرعت تاکیون بی نهایت میشه، انرژیش به کمترین مقدار ممکن میرسه. بنابراین برخلاف ذرات معمولی که با کم شدن انرژی آهسته تر حرکت میکنن، تاکیون ها با کاهش انرژی سریعتر میشن. در واقع برای ذرات معمولی سرعت نور حد بالایی سرعت محسوب میشه که چون انرژی بی نهایت نیاز داره نمیتونن بهش برسن. اما برای تاکیون ها سرعت نور حد پایینی سرعت به حساب میاد که بازم چون رسیدن بهش انرژی بی نهایت میخواد هیچ وقت نمیتونن تا سرعت نور کند بشن. این خلاصه کاری بود که فیزیکدانایی مثل فاینبرگ برای توصیف ذره فرضی تاکیون با استفاده از قوانین نسبیت خاص انجام دادن. یعنی ریاضیات جلوی وجود ذره‌ای که با سرعتی بالاتر از نور حرکت کنه رو نمیگیره. ولی با این حال وجود همچین ذره‌ای مشکلات و تناقض‌هایی ایجاد میکنه که فعلا کسی نتونسته حلشون کنه. سرعت نور تنها حرفش این نیست که یه جسم چقدر میتونه سریع حرکت کنه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم به ما میگه. اینکه ارتباط بین علت و معلول چه سرعتی داره. فرض کنید من میخوام به یه هدف تو فاصله 1 کیلومتری شلیک کنم. فشار دادن ماشه میشه علت، برخورد تیر به هدف میشه معلول، فاصله بینشون هم مثلا میشه 1 ثانیه. ولی اگه با یه تفنگ لیزری این کارو انجام بدم فقط 1/300,000 ثانیه طول میکشه. این سریع‌ترین حالتیه که علت میتونه باعث ایجاد معلول بشه، یعنی با سرعت نور. خب حالا اگه واقعا ذراتی سریع‌تر از نور وجود داشته باشن، نظام علت و معلول دچار مشکل میشه. سال 1907 اینشتین از یه آزمایش فکری صحبت کرد که نشون میداد سرعت بالاتر از نور به معنی نقض علیته. قبل از این آزمایش باید یه توضیح کوتاه بدم در مورد فرمول جمع سرعت. 2 توپ داریم که اولی داره با سرعت V1 نسبت به مبدأ مختصات حرکت میکنه، دومی با سرعت V2 نسبت به توپ اول. اگه بخوام ببینیم سرعت توپ دوم نسبت به مبدأ مختصات چقدره، کافیه V1 و V2 رو با هم جمع کنیم که به این میگن فرمول جمع سرعت. اما تو سرعت‌های خیلی بالا نزدیک به نور که وارد دنیای نسبیت میشیم، این معادله پیچیده‌تر میشه و اندازه سرعت نور هم میاد داخلش. حالا برگردیم به اون آزمایش فکری. اینشتین فرض کرد یه نواری از ماده داریم که نسبت به مبدأ مختصات با سرعت V1 حرکت میکنه به سمت چپ، یه توپ هم داریم که داخل این نوار با سرعت V2 میره به سمت راست. پس با فرمول نسبیتی جمع سرعت‌ها میتونیم بفهمیم سرعت توپ نسبت به مبدأ مختصات به این صورته. زمانی که طول میکشه تا توپ از نقطه A برسه به نقطه B خیلی راحت از طریق این فرمول به دست میاد. حالا فرض کنید سرعت توپ بیشتر از نوره، مثلا 3 برابر، ولی سرعت نوار ماده کمتر از نوره، مثلا 1/2. وقتی این مقادیر فرضی رو داخل فرمول زمان قرار بدیم، یه مقدار منفی به دست میاد. یعنی زمانی که طول میکشه تا توپ این مسافت رو طی کنه منفیه.
زمان منفی یعنی این توپ که سرعتش از نور بیشتره داره به گذشته سفر میکنه. زمان مثبت میشه رفتن به سمت آینده، زمان منفی یعنی برگشتن به گذشته. اینشتین با این آزمایش فکری نشون داد اگه جسمی وجود داشته باشه که بتونه با سرعتی بالاتر از نور حرکت کنه، میره به گذشته. این باعث ایجاد پارادوکسایی میشه از جنس پارادوکس پدر بزرگ که میگه اگه من به گذشته برم و پدر بزرگم رو از بین ببرم، دیگه خودم هم در آینده متولد نمیشم. پس کی بوده که رفته به گذشته و این کار رو انجام داده؟ تو اینجور مثال ها میگیم نقض علیت اتفاق افتاده یا نظام علت و معلول از بین رفته. چون همیشه اول باید علت بیاد بعدش معلول. نمیشه اول توپ حرکت بکنه بعد من بهش ضربه بزنم. در مورد تاکیون هم مثال ها و پارادوکس هایی ابدا شده که تقریبا ریشه همشون همین پارادوکس پدر بزرگ و نقض علیته. یکیشون معروف به آنتی تلفن تاکیونی. این ابزار فرضی وسیله‌ایه که از ذراتی سریع‌تر از نور مثل تاکیون‌ها استفاده می‌کنه برای فرستادن پیام به زمان گذشته. حالا فرض کنید یه همچین دستگاهی داریم که هم قابلیت ارسال داره هم دریافت. تاکیون‌هایی که حامل یه پیام هستن و می‌فرستیم به گذشته، اونجا برخورد می‌کنن به یه آینه مخصوص که می‌تونه تاکیون‌ها رو بازتاب کنه، بعدش دوباره برمیگردن به سمت فرستنده و بازم داخل زمان به عقب‌تر سفر می‌کنن. در نتیجه این دستگاه فرستنده گیرنده پیامی رو دریافت می‌کنه که هنوز ارسالش نکرده. فرض کنید این جمله رو روی موج تاکیون ها سوار می کنیم. بعد از دریافت این پیام دیگه هیچ تاکیونی ارسال نکن. حالا منتشرش می کنیم و دستگاه ما تو زمان گذشته این پیام رو دریافت می کنه. بنابراین طبق دستوری که بهش دادیم وقتی به زمان حال برسه دیگه این پیام رو نمی فرسته. خب پس کی بوده که این دستور رو بهش داده؟ به یه همچین سیستمی میگن خودبازدارنده منطقی مخرب. خودش جلوی خودش رو میگیره و یه پارادوکس منطقی ایجاد میکنه. برای اینکه مطلب بیشتر تو ذهنتون جا بیفته یه مثال کوتاه دیگه هم میزنم. فرض کنید یه فضاپیما داریم با قابلیت ارسال و دریافت تاکیون‌ها که داره از پایین به سمت بالا حرکت میکنه. وقتی اون بالاست یه سیگنال تاکیونی میفرسته به سمت آینه‌ای که تو زمان گذشته قرار گرفته. این سیگنال بازتاب میشه و بازم میره به گذشته تا اینکه میرسه به زمانی که فضاپیما پایین بود. روی این فضاپیما سیستمی سوار شده که با دریافت تاکیون‌ها منفجر میشه و نابودش میکنه. این یعنی هیچ وقت به اون بالا نمیرسه که بخواد تاکیون‌ها رو ارسال کنه. پس دقیقاً چی باعث نابودیش میشه؟ بنابراین همونطور که میبینید تمام این دردسرها وقتی پیش میاد که بتونیم به سرعتهای بالاتر از نور برسیم. اما با اینکه هنوز هیچ ردپایی از تاکیون‌ها پیدا نکردیم، بحث این ذرات سریع‌تر از نور یه بحث علمیه. برای همین این تناقض‌های شدید برای فیزیکدان‌ها قابل تحمل نیست. یه جوری باید حل بشن. ساده‌ترین راه حل اینه که بگیم هیچ تاکیونی وجود نداره. همین که تا حالا موفق به پیدا کردنش نشدیم این باور رو تقویت میکنه. البته آزمایش اوپرا که سال 2011 داخل شتاب دهنده سرن انجام شد تا یه مدت خیلی کوتاهی ما رو نسبت به وجود تاکیون ها خوشبین کرد. بعد از این آزمایش که برای بررسی نوسان‌های ذره نوترینو در حال انجام بود، دانشمندان اعلام کردند یه ذره تاو نوترینو پیدا شده که سریع‌تر از نور حرکت کرده. ولی بعداً معلوم شد دلیلش یه خطای اندازه‌گیری تو سیستم زمانبندی فیبر نوری بوده. راه حل دوم اینه که تاکیون‌ها هیچ واکنشی با مواد دیگه نداشته باشن. قبلا در مورد نوترینوها توضیح دادم. این ذرات خیلی به ندرت با اتم‌ها برهم کنش دارن. برای همین تو هر ثانیه میلیاردها نوترینو از بدن ما رد میشه بدون اینکه اثری روی ما داشته باشه. شاید تاکیون هم یه همچین ویژگی داره ولی خیلی شدیدتر. یعنی دیگه هیچ برهم کنشی با ماده نداره. اگه اینطور باشه احتمالاً هیچ راهی نداریم برای اینکه بفهمیم تاکیون‌ها واقعاً وجود دارن یا نه. چون هر آشکارسازی بخوایم استفاده کنیم از چنگش فرار می‌کنه. از طرفی هم دیگه نمیتونیم یه پرتوی از تاکیون‌ها رو مدوله کنیم برای ارسال پیام به گذشته. بنابراین پارادوکس‌هایی که بررسی کردیم هم دیگه پیش نمیاد. یعنی تاکیون‌ها بدون اینکه چیزی رو با خودشون حمل کنن یا اثری روی چیزی داشته باشن، راهشون رو ادامه میدن به زمان گذشته.
البته در مورد آشکارسازی تاکیون‌ها بحث‌های زیادی وجود داره. بعضی از فرضیه‌ها نظرشون اینه که این ذره در صورت وجود باید جرم منفی داشته باشه. بنابراین به جای جاذبه ایجاد دافعه می‌کنه. بعضی دیگه هم فکر می‌کنن تاکیون اصلا تحت تاثیر گرانش قرار نمی‌گیره. به هر حال ما هنوز در مورد خود گرانش هم سوالای زیادی داریم. ارتباطش با ذره فرضی تاکیون که دیگه جای خود داره. حالا بریم سراغ چند تا نکته تکمیلی کوتاه. اول اینکه جرالد فاینبرگ از یه چیز دیگه هم صحبت کرد به نام میدان تاکیونی. قبلا تو یکی از ویدیوها در مورد نظریه میدان کوانتومی توضیح دادم. این نظریه هر کدوم از ذره‌های بنیادی طبیعت رو یه برانگیختگی میدونه داخل میدان مربوط به همون ذره. مثلا الکترون یه برانگیختگی داخل میدان الکترونه. فاینبرگ معتقد بود تاکیون هم یه برانگیختگی داخل میدان تاکیونیه. میدانی که جرم موهومی داره و این برانگیختگی ها با سرعتی بالاتر از نور جابجا میشن. البته بعداً مشکلاتی تو این مدل پیدا شد و تغییرات زیادی کرد. نکته دوم در مورد دنیای عجیب کوانتومه. شاید به فکرتون برسه که پدیده‌هایی مثل تونل زنی کوانتومی یا درهم تنیدگی میتونن سریع‌تر از نور باشن یا الیت رو نقص کنن. اما بحث کوانتوم کاملا جداست. اونجا اتفاقاتی میفته که خیلی وقتا با منطق ما جور در نمیاد. این نکته هم در نظر بگیرید که تو پدیده‌هایی مثل درهم تنیدگی نه ماده‌ای جابجا میشه نه اطلاعاتی. نکته سوم هم اینه که با وجود تاکیون‌ها میتونیم یه دسته‌بندی جدید برای ذرات در نظر بگیریم. دسته اول ذراتی هستند که جرم مثبت دارن و همیشه آهسته تر از نور حرکت میکنن. به اینا میگن برادیون، مثل الکترون‌ها و پروتون‌ها و نوترون‌ها که اتم‌ها رو میسازن. دسته دوم جرمشون صفره و همیشه با سرعت نور جابجا میشن که به اینا میگن لوکسون، یه نمونهش فوتون‌ها. دسته سوم هم تاکیون ها هستند که سرعتشون از نور بیشتره. دو سه تا سوال هم تو این مدت در مورد سرعت نور داشتید که بد نیست همینجا جوابشون رو با هم بررسی کنیم. سوال اول اینه که آیا واقعا سرعت نور ثابته؟ خب تا حالا چند تا ایده مطرح شده که معتقدن سرعت نور میتونه تغییر کنه. به اینا میگن نظریه های VSL. ولی مسئله اینه که هیچ کدومشون نتونستن نظریه نسبیت خاص اینشتین رو طوری نقض کنن یا تغییرش بدن که دیگه نیازی به سرعت ثابت نور نداشته باشه. چون این نظریه هم ریاضیات قدرتمندی داره هم شواهد تجربی و آزمایشگاهی خیلی زیاد. هر ایده‌ای باید با روابط محکم ریاضی اثبات بشه به اضافه آزمایش‌های قابل تکرار. حرف اینجا هیچ اهمیتی نداره. سوال دوم که خیلی از شما تو کامنت ها پرسیده بودید اینه که اگه امکانش باشه که به سرعت نور برسیم آیا میتونیم هر فاصله ای رو تو یه چشم هم زدن طی کنیم؟ جوابش مثبته. فرض کنید یه فوتون میخواد از زمین بره به سمت مرکز کهکشان. برای خود فوتون چون با سرعت نور حرکت میکنه زمان به طور کامل متوقف میشه. یعنی اگه درک داشته باشه هیچ گذر زمانی حس نمی‌کنه. فقط رو زمین متولد میشه و بلا فاصله تو مرکز کهکشان از بین میره. اما برای یه ناظر یا مشاهده‌گر که اون کنار ثابت ایستاده قضیه فرق میکنه. این شخص باید 25 هزار سال منتظر باشه تا فوتون برسه به مرکز کهکشان. پس اون چیزی که توی ویدیوی سرعت نور و نظریه نسبیت گفتم همین بود. درسته که شخص مسافر توی یه چشم هم زدن به مقصد میرسه، ولی توی خونه یعنی زمین 25 هزار سال میگذره. اینم واقعا از اون شگفتی های دنیای ماست که دود از کله آدم بلند میکنه. درسته که تا الان هیچ شواهدی از وجود تاکیون ها نداریم، ولی بررسی ویژگی‌های فرضیش ایده‌های خوبی به ما میده در مورد سفر در زمان و سرعت نور. شاید تاکیون‌ها کاملاً غیرواقعی باشن، شاید هم از همون ابتدای بیگ بنگ چنین ذراتی ایجاد شدن و هنوزم هستن، ولی ما هیچ راهی برای آشکارسازیشون نداریم. به هر حال اگه چنین ذراتی وجود داشته باشن و طبق نظریه نسبیت بتونن به گذشته سفر کنن، دنیای عجیب ما به مراتب عجیب‌تر میشه.